در آغاز سرخط مهمترین خبرها. گشایش سومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کابل. در این نمایشگاه حدود 700 غرفه برپا شده که 300 غرفه آن متعلق به بازرگانان خارجی است. نننی نندارتون د هیواد تجارتی محصولات او تولیدات په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان توانایی او ظرفیت وښیي. و افزایش پروازهای بین المللی از حریم هوایی کشور. با تشدید درگیری ها در خاورمیانه پروازهای بین المللی از آسمان افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت می کنم با بسته خبر این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. سومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به هدف بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی در کابل گشایش یافت. ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر در این مراسم گفت زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم است و سرمایه گذاران می توانند با خیال آسوده سرمایه گذاری کنند. معین سیاسی وزارت خارجه هم با انتقاد از سیاست های اسلام آباد گفت افغانستان روابط خوب سیاسی و اقتصادی با ایران دارد. نماینده ویژه ایران هم در جریان بازدید از این نمایشگاه تاکید کرد برگزاری چنین نمایشگاه های در گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور مؤثر می باشد. گشایش سومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هدف این نمایشگاه مشخص است. بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی و گسترش مبادلات تجاری با دیگر کشورها. ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت برگزاری چنین نمایشگاهی باعث بازاریابی برای تولیدات داخلی و گسترش مبادلات تجاری خواهد شد. به گفته او فرصت سرمایه گذاری در کشور فراهم است و سرمایه گذاران می توانند با خیال راحت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. نننی نندارتون د هیواد تجارتی محصولات و تولیدات په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان توانایی او ظرفیت وښیي. دا ډول نندارتونونه کولی شي چې له هیوادونو سره د تجارتي اړیکو په پیاوړتیا مثبت اغېز وکړي. همزمان مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری از چالش‌ها و مشکلات در برابر بخش خصوصی سخن می‌زنند. میگویند با وجود تلاش‌های حکومت هنوز مشکلات جدی در برابر آنها وجود دارد، از مشکلات بانکی و ویزای بازرگانان تا نبود سردخانه و سیستم ترانسپورتی معیاری. سره لدی چې د خصوصي سکتور د ودی او پرمختګ په برخه کې ډیری هڅې شوې دي، خو بیا هم د خصوصي سکتور په وړاندې ګڼې ستونزې او ننګونې پرتې دي. باید د افغانستان اسلامي امارت او نړیوال شریکان ودې ته جدي توجه وکړي. سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اشاره به گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه و برخی کشورهای همسایه گفت حکومت متحد به جلب سرمایه گذاری و گسترش روابط تجاری با جهان است. د ټکسو جګول دا نظم په ګټه دي او نه به د پاکستان په ګټه دي. شیر محمد عباس ستانکزی با انتقاد از سیاست پاکستان در قبال افغانستان و مسدود شدن گذرگاه ها برای اموال تجارتی بازرگانان افغان گفت اسلام آباد باید سیاستش را بازنگری کند. یو ځل بیا زه دا خواهش کوم د پاکستان له مقاماتو نه، له حکومت او له امنیتي قوتونو نه چې په خپلو دغه پالیسیو کې چې د افغانستان په سرحداتو کې اوس فعلا روان دي تجدید نظر وکړي، خپل سرحدات د تجارانو ملي تجارانو په مخ باندې خلاص کړي او سهولتونه ورته فراهم کړي. در شرایط کنونی روابط تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان، چین، روسیه و امارات متحده عرب، قطر و دیگر کشورها بیشتر از پیش تقویت گردیده است. در این نمایشگاه 300 غرفه از محصولات خارجی از جمله از کشورهای ایران، پاکستان، چین، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان به نمایش گذاشته شده. تنها 55 غرفه اموال تجارتی و تولیدات شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل هنگام بازدید از این نمایشگاه میگوید برگزاری چنین نمایشگاهی در گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی بین دو کشور مؤثر میباشد. خوشبختانه استقبالی هم کرد از طرف
مقامات و طرفهای بخش خصوصی افغانستان داره صورت میگیره، نوید بخش این هست که این همکاری میتونه هم در توسعه روابط دو کشور، اقتصادی دو کشور، هم در بهبود شرایط اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور افغانستان موثر باشه. غرفه‌داران هم نسبت به برگزاری نمایشگاه خوشبین هستند و امیدوارند که بتوانند از فرصت پیش آمده برای گسترش مبادلات تجاریشان بهره ببرند. ما اولین سری هستش که نمایشگاه افغانستان شرکت کردیم برای معرفی محصولات خودمون و اینکه بتوانیم نمایندگی توزیع خوبی رو داشته باشیم که یک همکاری مشترک بین ایران و افغانستان در این حوزه هم بتونیم داشته باشیم. با این حال حدود 700 غرفه از تولیدات داخلی و خارجی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه تا 21 میزان یعنی برای 7 روز برای بازدید کنندگان باز است. سومین جشنواره فیلم های کوتاه دید نو با حضور هنرمندان، فیلمسازان و مقام های حکومتی به کارش پایان داد. این جشنواره توسط افغان فیلم راه اندازی شده بود که مراسم اختتامی آن در دانشگاه کابل برگزار گردید. در این جشنواره دست کم 150 هنرمند و فیلمساز اشتراک نمودند. در پایان این جشنواره خطاب حکومت گفتند نیاز به حمایت های بیشتر دارند. داود ناظری گزارش میدهد. اختتامیه سومین جشنواره فیلم های کوتاه دید نو، جشنواره که امروز در اینجا از برترین هایان تقدیر شد. در این جشنواره 150 هنرمند و فیلمساز در 4 بخش جداگانه با هم رقابت کردند. روایت زندگی مردم به تصویر کشیدن دستاوردهای حکومت و جنایات رژیم اسرائیل در غزه محتوای فیلم های تولید شده در این جشنواره هست. یو بخش در اماراتی ادارو لاستراوړنی وی، دوهم بخش عام مستندات و دریم بخش مربوطی غزه و او سلرم بخش دستانی لند فیلمونه و چی پا دی طولو بخشو که تقریبا 150 کسانو تا دا استازانو دا خواسخه اغوتا اتورزی سمینار دایرس. از سوی هم معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم گفت حکومت از تمامی کارهای هنری که با ارزش‌های ملی و اسلامی در تضاد نباشد حمایت میکند. او همچنین تاکید کرد که فیلم‌های تولید شده باید از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به گونه گسترده در دسترس مردم قرار گیرد. نو دی مال زوانانوش که دی هنرمندانوش که دی نیکوالوش که دی عکاسانوش که دی تورش که می ده تقاضا ده چې د خپل هنر، د خپل کمال، د خپل فن ده باید افغانستان شموله کی، ده باید د اسلام او دی ملت دی غوریا مصالح لپاره وکاري. شروع کردیم در عرصه رسانه، در عرصه فرهنگ و نهایتا در عرصه هنر، گفتیم که ما هم باید بالاخره جایگاهی داشته باشیم در این عرصه. هنرمندان و فیلمسازان اما با انتقاد میگویند صنعت فیلمسازی در کشور اوضاع خوبی ندارد و نیازمند حمایت حکومت است. این نیازی است که باید افغان فیلم مکمل مجهز باشه با همه وسایل و با همه داشته ها. ببینید در کشورهای دیگه هست و شهرک بسیار منظم سینمایی دارن، اما ما متاسفانه بسیار کمبود داریم. خود هنرمندا باید از گفته اگان تا سپانشر شوند، مثل که سپانشر میشه در خارجم و دیگه کمک برشان شوه، یک هزینه و در اختیارشان قرار بگیره تا بتانند در آینده فیلم های خوب تقدیم بکنن به جامعه. مانا از شرایط کنونی را ایجاب میکنه که باید تخصصی و کارگردانی و رفایی را که ما درس خوندیم شاید برای آینده های بعدی بتانیم یک کارگردان خوب، یک نویسنده خوب باشیم برای جامعه خود و تاثیر بسیار مثبت داره به خاطر رشد و بهبود سینمای افغانستان. با این حال فیلم های این جشنواره زیر ذره‌بین داوران ملی و بین المللی قرار گرفته. جعفر دهقان کارگردان سریال حضرت یوسف معتقد است که زمینه رشد هنر در افغانستان وجود دارد و برگزاری چنین جشنواره هایی باید ادامه یابد. خواستم همینجا از همه کسایی که در برگزاری این جشنواره حضور داشتن، شرکت داشتن، تلاش کردند که یه همچین جشنواره با شکوهی رو برگزار بکنن تشکر بکنم. امیدوارم که ادامه داشته باشه. و در پایان این جشنواره به برندگان لوح تقدیر و جوایز نقدی اعطا شد. و اینک بیننده چند خبره کوتاه باشید.
در پی نگرانی ها از افزایش تنش در خاورمیانه، تعداد پروازهای بین المللی از آسمان افغانستان افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات فلایت رادار 24، تنها روز پنجشنبه گذشته 191 پرواز از آسمان افغانستان عبور کرده که در 3 سال گذشته بی سابقه بوده. گفته شده که شرکت های هواپیمایی برای هر پرواز $700 به افغانستان حق العبور می پردازند که بر اساس برآوردها افغانستان سالانه $37 میلیون از حریم هوایی خود به دست می آورد. منابع در ولایت قندهار از وقوع درگیری میان مرزبانان افغان و پاکستانی در مناطق مرزی ولسوالی شورابک خبر می‌دهند. به گفته منابع، این درگیری قبل از چاشت امروز زمان آغاز شد که نظامیان پاکستانی بر نیروهای افغان که مصروف ساخت پسته امنیتی بودند تیراندازی کردند. یک منبع از قول اردوی 205 البدر گفته که اکنون وضعیت تحت کنترل است. پس از این رویداد مسیر غیر رسمی در شورابک که به پاکستان منتهی می‌شود بسته شده است. سازمان ملل از آغاز کارزار امداد رسانی گندم زمستان در شرق افغانستان خبر داد. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل گفته به 69,000 خانواده بسته های کشت گندم شامل بذر، کود کیمیاوی و آموزش در این زمینه ارائه کرده. به گفته این سازمان، این خانواده ها اکنون نیازمندی گندم خود برای یک سال دیگر را تأمین خواهند کرد. دست کم 160 افسر و ساتنمند پس از یک دوره آموزشی 3 ماهه از مرکز تعلیمی اداره امور زندان ها فارغ شدند. قرار است این افسران پس از آموزش های مسلکی در ولایات مختلف مشغول به خدمت شوند. در همین حال افسران فارغ شده با رضایت از نحوه آموزش میگویند خالصانه به کشورشان خدمت خواهند کرد. 21مین دوره فراغت مرکز تعلیمی اداره امور زندان ها، مراسمی با حضور مقام‌های حکومتی که دست کم 160 افسر و ساتنمند پس از 3 آموزش مسلکی سند فراغتشان را به دست آوردند. افغانستان اسلامی امارت لپاره خدمت کوم. په مدت 3 میاشتو کې، یعنی په 9 ورځو کې، دوی مسلکی او هغه مهمه زده کړې دلته تر سره کړې او په زمین کې و سره یو څلوېښت نفره د اپراسیون آمرین هم د ولایت او د مرکز نه دلته زده کړې وکړې چې نن یې دا ورځ انشاءالله د فراغت ته. با روی کار آمدن حکومت سرپرست، 2134 ساتنمند، افسر و سرباز از بخش آموزش‌های مسلکی این اداره فارغ شدند. سربازانی که پس از فراغت در ولایات مختلف مشغول به خدمت می شوند. چه تنن ده غذای ترسیدل دادی پریزده او دستا و عدو چه زبا داسی نظام جوروم. باید چه نور ده افغانستان او ده طول دنیا مسلمانان و دې باندې وپوهیږي چې دا خلک واقعي او رښتیا او رښتینی خدمت ته ولاړ دي. ویش دروې دورې افسران، ساترمنان او ساتون کې فارغ شوي چې جمله 2100 سالور دیرش نفر را دید. در اینجا همچنین گفته شد که در زندان‌های سراسر کشور دست کم 11,000 نفر محکوم و قضیه آنان نهایی و پرونده بیش از 11,500 تن دیگر در حال بررسی است. من با تعداد 11,500 نفر که محکوم شده، محکوم شدن یعنی قضیهشان نهایی شده، از اوی کسون امرای ما هستند. ترتیب آشی، ایبات، خوراکی دوامدار دست ترتیب است. در همین حال پلیس های تازه فارغ شده نیز تعهد می دهند که با اخلاص تمام به کشورشان خدمت خواهند کرد. کله چې د سیمینار مخکې موږ ته کوم اوزپیر اسپرسیو وی، چون کې داسې معلومات نو کله چې سیمینار ته راغلو بیا موږ ته معلومات حاصل شو. زه خپل درسو ته ډیر متوجه و، دا استادانو او مشرانو زموږ سره ډیر زهر وکشي، نو الحمدلله موږ د دې سره ډیر خوشاله یو. با این حال دوره های آموزشی اداره امور زندان ها به گونه 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله جریان دارد. هزاران تن از اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان به حمایت از عمران خان دست به تظاهرات زدند. علی‌رغم وضع محدودیت در جاده ها، هواداران عمران خان به تظاهرات ادامه داده و با پلیس درگیر شدند. همزمان وزیر داخلی پاکستان گفته از آغاز اعتراضات تا کنون بیش از 100 نیروی پلیس زخمی و حدود 600 معترض بازداشت شده.
ادامه نارامی ها و اعتراضات در پاکستان به ویژه در اسلام آباد پایتخت این کشور. تظاهراتی که به هدف حمایت و آزادی عمران خان از زندان برانداخته شده است. حامیان عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در اسلام آباد با وجود مسدود بودن راه ها و استفاده پلیس از گاز اشکاور راهپیمایی برگزار کردند. تظاهراتی که به خشونت کشیده شده و صدها معترض از سوی پلیس بازداشت و راه زندان شدند. معترضان پس از ورود به داخل شهر اسلام آباد به دلیل قانون شکنی، درگیری با پلیس و خسارت به املاک دولتی بازداشت شده و با آنان به شدت برخورد خواهد شد. تا کنون 107 نیروی پلیس زخمی شده. بعد از این به هیچ فرد یا گروه اجازه داده نمی شود که امنیت پایتخت را مختل کند. در این حال حزب تحریک انصاف پاکستان از بازداشت وزیر اول ایالت خیبر پختونخوا در اسلام آباد خبر داده است. حزب تحریک انصاف پاکستان گفته نیروهای ویژه پاکستان به دفتر این حزب حمله کرده و در اقدام ده ها نفر را بازداشت کرده. با این حال خدمات اینترنت در اسلام آباد و راولپنده برای دومین روز متوالی با محدودیت روبرو شده و پلیس تمامی ورودی ها به پایتخت را از خیبر پختونخوا و راولپنده مسدود کرده است. تا زمانی که به آزادی واقعی نرسیدیم در کنار عمران خان به مبارزه ادامه می دهیم. حاکمان کنونی در انجام کار خود شکست خوردند. آنها باید زودتر از قدرت کنار بروند. حزب تحریک انصاف پاکستان خواستار آزادی عمران خان و همچنین استقلال قوه قضاییه و اجرای قانون اساسی است. عمران خان 72 ساله در زندان در راولپندی به اتهام فساد زندانی است، اما اتهامات وارده را نمی پذیرد. در اخیر نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. گشایش سومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کابل. در این نمایشگاه حدود 700 غرفه برپا شده که 300 غرفه آن متعلق به بازرگانان خارجی است. نننی نندارتون د هیواد تجارتی محصولات و تولیدات په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان توانایی او ظرفیت وښیي. و افزایش پروازهای بین المللی از حریم هوایی کشور. با تشدید درگیری ها در خاورمیانه پروازهای بین المللی از آسمان افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته. با پایان بسای خبر این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسای خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال نمایید. سپاسگزارم از توجه شما. بخیر، شب خوش، خدا نگهدار.